تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیر چند دقیقه ای آشنا میشیم، به جزء 11 سوره یونس و الان آیه 45. بشنویم آیه را. و یوم یحشرهم که لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. روزی است که خداوند همه را محشور میکنه و جمع میکنه ایجا. لم یلبثوا الا ساعتا، گویا جز ساعتی از روز حالا یا در دنیا یا در برزخ نمونده. مردم روز قیامت زنده میشن، فکر میکنن یه چند ساعت بیشتر قبلا نبودن، زندگی قبل حالشون چند ساعتیه، حالا قبل یعنی یا زندگی در برزخ یا زندگی در دنیا، میگن چند ساعت بیشتر نبود، تموم شد. خب یتعارفون بینهم، یک دیگر رو میشناسن، قیامت هم دیگر میشناسن. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اونها که قیامت را باور نداشتن خسارت کردن و اینها هدایت یافته نبودن. و واقعا هم خسارته. من یک نکته رو خدمتون بگم، ظاهرا این حرف از امام رضا علیه السلام باشه. می فرماد که عقل میگه ما باید مؤمن باشیم و باید متدین باشیم و با تقوا. عقل میگه چطور؟ یک مثال من بزنم. فرض کنید 50 دستگاه ماشین میاد جمعیت رو منتقل کنه از یه جایی به 200 کیلومتری. بعضی از این ماشین ها رانندگیشون یک پیشبینی میکنه، قرصی کپسولی برمیداره، جک و زاپاسی برمیداره، زنجیر و نمیدونم چراغ قوه‌ای، کلتی، چماقی، پلاستیکی، آفتابه‌ای، یه چیزای مورد نیاز ممکنه باشه برمیداره میذاره صندوق عقب. چند تا از این ماشین ها و راننده ها میگن ای بابا ول کن بابا، مسافرها رو سوار میکنن دست خالی میبرن. خب تو این 200 متر یا نیاز به این زنجیر و آفتابه و جک و زاپاس و چراغ قوه و قرص و اینها یا نیاز هست یا نیست. اگر نیاز نبود چه ضرری کرده اونی که نار برداشته؟ میگه چند کیلوه؟ یه جک و زاپاس و یه آفتابه و یه زنجیر چقدر وزنشه؟ حالا اگر نیاز نبود یه چند کیلو بار اضافه برداشته، ضرری خسارتی نکرده. اما اگر به هر یک از اینها نیاز داشت، راننده که اینا رو بند نداشتن چه خاکی تو سرشون میکنن؟ بنابراین عقل میگه احتیاط کن. ما در سال چند روز نهاری که باید یک و دو بعد از ظهر بخوریم 5 و 6 میخوریم، در سال چند روز نهارمون عقب میندازیم، در روز چند دقیقه نماز میخونیم، در عمرمون یک مکه میریم. بسیاری از گناه ها رو به جای خلاف راه حقشو میریم، راه درستشو میریم. اصلا اگر قیامت نباشه ما ضرر نکردیم. حالا فرض کن قیامت نیست، نه فرض کن قیامت نیست، ما ضرر نکردیم. در سال چند روز نهارمون عقب انداختیم، روز چند دقیقه نماز خوندیم، قیامت نباشه ما ضرر نکردیم. اما اگر قیامت بود که به 1001 دلیل هست، اونی که دست خالی اومده قیامت چه خاکی تو سرش خواد که؟ این آیه میگه قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، چه خواهند کرد اونها که همیتو ولکن بابا، ای بابا، نه نمازی، نه تقوایی، نه عمل صالحی، نه کمکی به فقرایی. روز قیامت همه مبعوث خواهند شد. بعد نگاه به قبل خود شوکه میکنن، من عجب، زمان برزخ و دنیا چند ساعت بیشتر نیست، دستشون هم خالیه و ما کانو محتدین، هدایت یافتن نیستن.
این ماجره که دنیا پلو آخرت زمان کمیه در آیات متعدد اومده، مثلا میگه لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، نازعات 46، تظنون الا بستم الا قلیلا، اسراء 52، لبثنا یوما او بعض یوم، ما لبثوا الا ساعتا. اینو چند جای قرآن فرموده که انسان در قیامت وقتی مقایسه میکنه بین دنیا و آخرت میبینه دنیا چند ساعت بیشتر نبود، زود گذشت، قیامت طولانیه. حالا که عمر دنیا کوتاهه، یا به خاطر که کوتاهی نسبت زودگذره، چون زودگذره میگن ساعت من النهار، یه روزی بود، چون زودگذره میگن یه روزی، یا به خاطر که چون بهره نگرفتیم از این دنیا میگیم گذشت، یا مقایسه با عمر آخرت میکنیم، یا به هر دلیلی دنیا هم متاش قلیله هم زمانش کمه، متاع دنیا قلیل و زمانش هم که الا ساعت هم. خلاصه زندگی دنیا نسبت به قیامت خیلی کمه، در قیامت هم همدیگه رو میشناسن، زیانکار واقعی هم اونهاست که دست خالی وارد محشر بشن. خیلی اونجا قصه میخورن، یا لیتنی کانت القاضیه، هلک عنی سلطانیه، من سلطنت داشتم، از قدرت داشتم، از قدرت سلطنم استفاده نکردم برای قیامت. ما اغنا عنی مالی احسی، مال داشتم ولی از مالم برای قیامتم ذخیره نکردم. قیامت روز خسارته. خدای طول به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده جوری حرکت کنیم که قیامت روز حسرت و خسارت ما نباشه. آیه 45 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.